سفارش خیلی گنده دارم میبندم برای یه فروشگاهی. انگیزی هات به تو آقاره. برم یه فروشگاه حضوری خودم بزنم. چه کاریه؟ خیلی خوشحالم به خاطر اینکه تولد مغازه که. شنبه تعطیل رسمی بود دیگه. امروز اومدم سر کار، یه عالمم کار دارم. بنده وسطی که برده بودم با خودم برای ایونت رو دوباره آوردمشون که بعد نصب کنم و بذارم سر جاشون همه چی رو، استیکرها رو بچینم. از این کار اینجوری دارم. قهوه‌ام نخوردم، هنوز بیدار نشدم، چشم خوابه. برم یه قهوه سفارش بدم، اینا رو بچینم و ستاپ بکنم همه چی رو، بعد بیام ببینم که امروز باید چه کارهایی انجام بدم. قبل ایونت همه این بساط بردن. نمیگم آقا برم این فروشگاه حضوری خودم بزنم اینه. چه کاریه؟ نه؟ که اول مهر و ورق بزنین تقویماتون رو. خب یه سفارش فروشگاه دارم، خیلی دیر شده ارسالش، باید براشون بسته‌بندی کنم بفرستم. الان خب فاکتورشو بزنم، بسته‌بندی کنم، کارتون کنم بفرستم. این دفتر جدیدامون هم که اومده باید یه نفر رو پیدا کنم که بیاره اینا رو بالا، چون دو طبقه است. من نمیتونم اینا دفتر رو بیارم، بکنم نزدیک 47 کارتونه. نمیدونم چند تا کارتون بود ولی زیاده. من نمیتونم اینا رو بیارم بالا. بیاییم با من همراه باشیم ببینیم که بستن یه سفارش خیلی گنده چجوریه. Thank you.
سفارش فروشگاه خیلی زیاد بود، یعنی اصلا نمیدونم چند کارتون شد، ولی دیدین دیگه خیلی زیاد بود واقعا. خب سلام، امروز سه‌شنبه است، شنبه هفته دیگه تولد مغازه که هفته مهر. من کاری که فعلا کردم یه دونه کیک سفارش دادم به دوستم پروانه که جمعه ازش تحویل میگیرم، یه کیک خیلی بامزه شبیه مغازه و اینا. دلم هم میخواد تخفیف بذارم برای شنبه که یه جشنی گرفته باشیم برای تولد مغازک، که احتمالاً کد تخفیف بذارم. ببینم چجوری میشه. برای امروز بسته بندی ندارم، بخاطر اینکه من وقت میکنم که از یه سری از محصولام که عکس ندارم عکاسی کنم ازشون. همین دیگه. من اگر تصویرگر نمی‌شدم و مغازه رو نداشتم قطعا عکاس محصولات اینجوری کیوت و اینا می‌شدم. خیلی دوست دارم چیدمان کردن و عکاسی کردن ازشون. اینم که ستاپ من به خاطر اینکه این سقف من این نورا داره، بعد رفلش میفته روی دفترهایی که اینجوری جلد داره و اینا، به خاطر هم اینو گذاشتم به عنوان سقف که اون رفلر بتونم بگیرم یه جورایی. خب من عکاسی ها رو انجام دادم، الان دارم ادیت میکنم. تو ادیتی که میکنم معمولا فقط رنگا رو یه ذره روشن‌تر میکنم، کلن از این که سایه و اینا داشته باشه خوشم نمیاد. منم چون مثلا نور ندارم و اینا، مجبورم که تو فتوشاپ میکنم انجام بدم. شادو و اینا رو مثلا سعی میکنم حذف کنم. فکر میکنم که عکس ها هم خیلی خوب شدن. دفعه اولی بود که با دوربین عکاسی داشتم عکس میگرفتم، معمولا هرچی الان تا الان عکس توی سایت میبینین همشون با موبایل گرفته شده. این اولین باره و امیدوارم که تفاوتش مشهود باشه، میدونین؟ خیلی مثلا بهتر شده باشه، مثلا حرفه‌ای شده باشه، همه بفهمن که یه تغییری کرده. با حاله خوبه، مخصوصا رنگ و نور خیلی با دوربین بهتره. شاید هم میخوام خودم رو گول بزنم، نمیدونم. عکس دفترها رو آپلود کردم دیگه، تو سایت که برید روی تصویرها که برید عکسای واقعیشون میاد. نگاه ولی چقدر شبیه به ماکاپشونه، خیلی خوشم اومد. این گل و گربه هست، عکسش اینجوری شد. این عکس واقعیشه، این ماکاپش بود که شما از روی ماکاپ خرید کردید. اینم عکس واقعیشه، اینم صفحات داخلیشه. بعد دیگه پیشی کتاب خان، این ماکاپشه، این عکس واقعیش. به هم بگیم ببینم عکس ها فرق کرده یا نه. این سیرک هم خیلی دوست داشتم، این عکس واقعیشه،
امروز شنبه هفته مهر، اولین بارون پاییزی اومده و من خیلی خوشحالم به خاطر اینکه تولد مغازکه. من هفته 97 مغازک رو استارتش رو زدم و اولین سفارشش برای اون تاریخ ثبت شده و از اونجا دیگه داستان مغازک شروع شد و هر روز خیلی قدمای کوچولو کوچولو بزرگ و بزرگتر شد به لطف آدمهایی که ما رو هر روز بیشتر میشناختن، بهمون اعتماد میکردن، سفارش میدادن و خیلی هاتون مشتریای دائم و همیشگی و قدیمی من هستین که واقعا به خاطر حمایتایی که همیشه از مغازه کردین و این وفاداریه در طول سالها باقی موند ازتون خیلی ممنونم. هر روز سعی میکنم که بیشتر تلاش بکنم و مغازک رو بزرگتر کنم، بهتر کنم که شماها بیشتر به دردتون بخوره. از اینکه کنارتون هستم، از اینکه شماها رو دارم خیلی خوشحالم. امیدوارم که بتونم توی سالهای آینده اون چیزهایی که لایقش هستیم که بهترین ها هستش براتون تولید بکنم و شما مثل همیشه از من حمایت بکنید. خیلی دوستتون دارم، میبوسمتون.